متشکرم از آقای دکتر نایگرانی که معرفی کردن، از آقای دکتر وحیدی هم که گفتن بانی این جلسه هستن. موضوع صحبت من که نوعی بررسی دیدگاه کلمن هست در مورد ایران، مطابق بسیار خلاصه و بسیار گذرا، برای که کلمن یک مورد خیلی پیچیده است در مطالعات ایرانی. اروپایی هایی که یا غربی هایی که در مورد ایران مطالعه کردن یک مورد خیلی پیچیده است. من در ایران شهرتش بیشتر در ایران بعد از انقلاب، اونم به خاطر مطالعاتش درباره شیعه امامی در واقع دوازده امامی منظور هست، و فکر میکنم که کلمن حتی تا جایی پیش میرن که میگن که کلمن اسلام آورده بود بعد هم شیعه هم شده بود. این میشه گفت که بلکل بی ربطه و کلمن مطالعاتش که گستره بسیار عجیبی داره که تشیع کنونی ما یه جزء بسیار کوچکی از اونه، اگرچه بسیار مهمه، اما بیشتر از اون قبل از تشیع امامی کلمن در مورد اسماعیلی ها مطالعات بسیار زیادی انجام داده بود. بعضی از آثارش رو خصوصا فارسی ها رو برای اولین بار منتشر کرد که بسیار مهمه، نمیشناختیم. از طرف دیگه در مورد شیخی ها خیلی مطالعه کرده و مطلب نوشته، از جمله که تمام منابع شیخی رو یک تصویری از اینا تهیه بکنه و برد به دانشگاه پاریس، اونجا که درس داد تو اون کتابخونه که بود اونجا گذاشته که احتمالا اگر در ایران اتفاقی بیفته و این مجموعه از بین بره، چون بسیاری از اینها خطی هست، اونجا باشه. بنابراین تشیع کلمن خیلی تشیع خاصی است که مطالعاتش در مورد تشیع بسیار خاصه. کلمن البته باید بگیم که ما که از داخل در واقع ایران داریم صحبت میکنیم، باید بگیم که جزء یا ایران شناسانه یا اسلام شناسانه. اگر از خود کلمن میپرسیدیم گفت که من هیچ کدوم از اینا نیستم، چون نه به ایران شناسی اعتقاد داشت نه به اسلام شناسی اعتقاد داشت. اگر بشه گفت اینطور، به هیچ کدوم از اینا اعتقادی نداشت. ایران رو مطالعه کرده به دلایل خاصی، البته به ایران که خودش گفته الان توضیح میدم، تمام رو به مطالعه ایران پیدا کرده. کلمن اصلا در آغاز مطالعات نه شرق شناسی کرده بود، نه ایران شناسی، نه اسلام شناسی، بلکه شاگرد یکی از بزرگترین متخصصان قرون وسطا، فلسفه قرون وسطا یا تئولوژی قرون وسطا در پاریس بود، که عبارت باشه از اتین جیلسون که تو امریکا هم البته شناخته شده است، چون سالها در افسون بر پاریس در کانادا هم درس داده، خصوصا در دانشگاه لاوال درس داده، بنابراین اینجا هم شناخته شده است. به دو زبان می نوشت، انگلیسی و فرانسه، و میشه گفت که یکی از بزرگترین متخصصان فلسفه قرون وسطاست. تقریبا میشه گفت که تمام کارهایی که انجام داده تا هنوز هم بعد از 70-80 سال تراز اول هستن. کلمن شاگرد این شخص بود و بعد از اون مطالعات متمایل شد، مثل خیلی هایی که تو سوربن درس میخوندن، میلی به فلسفه یونان به فلسفه آلمانی پیدا کرد. آلمانی بسیار خوب بلد بود و در آغاز هم از طریق باز مطالعات قرون وسطا توجهش به فلسفه آلمانی، خصوصا از طریق هایدگر به پدیدارشناسی متمایل شد، و چون بسیار آلمانی خوب بلد بود، زیر نظر خود با نظر خود هایدگر اولین مجموعه‌ای که به زبان فرانسه در اومده، برخی از نوشته های هایدگر رو اولین بار اون ترجمه کرد، که هنوز هم ترجمه بسیار خوبیه، و خود هایدگر هم گفته بود که بعد از این اگر کسی بخواد که
اثری از من رو ترجمه کنه، آقای قربان، مسیو قربان، بهتر به نظر اون رو بخواید، این رو از خانم قربان شنیدم. ولی میگه که من به تدریج، البته در زمان جنگ در ترکیه مدتی گیر میفته و در اونجا میمونه، در استانبول اونجا مطالعاتش رو ادامه میده، از اونجا به بعده که به ایران توجه پیدا میکنه، زبان فارسی یاد میگیره، زبان عربی یاد میگیره، حتی زبان پهلوی یاد میگیره، چون دو سه متن رو، متن مذهبی پهلوی رو به زبان فرانسه ترجمه کرده و خودش گفته که من این زبان رو خیلی خیلی دوست دارم، چون از نظر منابع چیز غنی است، از نظر منابع دینی، فلسفی دین بسیار مهمه. بنابراین تو این زمینه ها بود تا زمانی که یک روزی خودش نقل کرده در مرز بین فرانسه و آلمان که عبارت باشه از نزدیکی های فرایبورگ که جنوب آلمان و فرانسه قرار میگیره، اونجا میگه که من یه روز متوجه شدم که چون های دیگه اون بره کوه در واقع در فرانسه اون بر درس میداد، اونجا بود مرکز فرایبورگ و زندگی میکرد، و میگه که وقتی من از سهروردی رو پیدا کردم که در استانبول پیدا کرد، اولین آثار نسخه‌های خطی رو اونجا پیدا کرد و بعد که میدونید چاپ کرد، میگه که من از وقتی که سهروردی رو پیدا کردم دیگه نیازی نبود که از این کوه رد بشم و برم به فرایبورگ و متمرکز شد روی چیز، روی فلسفه اشراقی یا حکمت اشراق سهروردی. خب این البته این که گفتم که نه به معنای دقیق کلمه ایران شناسه نه اسلام شناسه، به این مسئله ربط پیدا میکنه که در واقع قربان سهروردی رو، آثار سهروردی رو فکر میکرد که گره تمام اتفاقاتی است که در ایران افتاد. اینو کوشش کرده، سالها کوشش کرده که این رو توضیح بده. اولین نکته اینه که در اروپا وقتی فلسفه چیزی که بهش میگن فلسفه اسلامی، بهش میگن فلسفه اسلامی، وقتی که تاریخ فلسفه اسلامی می نوشتن، وقتی به قرن ششم و ابن رشد می رسید که از شارحان ارسطو و ابن سیناست، به اونجا که می رسید می گفتن اینجا فلسفه در جهان، در شرق، در جهان اسلام منظور، تموم شد و دیگه بعد از این ما فلسفه ای نداریم. خب قبل از اون هم میدونید که این فلسفه رو بهش میگفتن فلسفه عرب، هنوز هم ممکنه در یه جاهایی این به گوش رو بخوره یا ببینید که نوشتن فلسفه عرب، ولی در واقع حرف بی‌ربطی است که نه فلسفه عربه، شاید هم بشه گفت نه فلسفه اسلامی است، بلکه فلسفه یونانی است که در دوره اسلامی بستی پیدا کرده، شارحانی پیدا شدن که اون فلسفه رو بست دادن، توضیح دادن، از فارابی گرفته تا ابن سینا خصوصا و تا ابن رشد. کربن با پیدا کردن آثار چیز، آثار سهروردی متوجه شد که نه، اینجا در ایران اتفاق بسیار مهمی افتاده که جهان اسلام منهای ایران اون رو نمیشناسه، اگرچه در ایران هم ازم درست نمیشناسه، متوجه شد که نه، اینجا یک فلسفه متفاوتی بوده، یک شخصی بوده که خودش رو ربط میداد به فلسفه اسلامی، فلسفه در دوره اسلامی از یک طرف و فلسفه پیش از اسلام از طرف دیگه، و این رو نه درست ایرانی ها میشناختن و به طریق اولا البته بیرون از ایران هم که کسی نمیشناخت. قربان توضیح داد که یک جا اگر وجود داشته باشه که فلسفه در جهان اسلام از بین نرفته و تداوم پیدا کرده، همانا ایرانه. در چون در بیرون از اونجا با سهروردی تموم شده بود، در حالی که در ایران اینطور نبود. سهروردی که کمتر شناخته شده بود تا زمان قربان بود، در فاصله ابن سینا و فیلسوفان بعدی، خواجه نصیر طوسی تا صدرالدین شیرازی تا ملا صدرا، چیز
سهروردی آمده بود، این دو جریان رو بعد قبل خودش رو به هم ربط داده بود، چیزی بود که مجموعه جهان اسلام در واقع نمی‌شناخت. این یک مسئله. و توضیح داد که فلسفه در جهان اسلام در واقع بیش از 90% فلسفه در ایرانه و عمده فیلسوفان، حدود 90% فیلسوفان هم ایرانی بودند. و این فلسفه غیر از زبان عربی یک زبان دوم هم داره که زبان فارسی است. از میدونیم که با ابن سینا شروع میشه، با دانشنامه علایی با اون شروع میشه تا میایم تا زبان مولا صدرا که حتی اون هم یک رساله به زبان فارسی داره، دیگران هم خب بیشتر داشته. بنابراین از یک طرف کربن میخواست بگه که اتفاقی که در ایران افتاده و متمایز بودن ایران به عنوان یک کشور اسلامی در جهان اسلام، از اینجا برمیاد. یک دلیلش این هست که در ایران یک مکتب فلسفی ایجاد شده و این تحول پیدا کرده، اومده تا مرد و سطر آب. او اعتقاد داشت که تا حتی مرد بخواد یه سبزواری تا یک زمان به اوائل ناصر نشون. این یک مثال. بنابراین در درجه اول باید نشون میداد این رو و طبیعتا آثارش رو باید منتشر میکرد که این کار انجام داد. میدونیم که در ایران برای اولین بار کتاب معروف یکی دو رساله دیگر شاملت چاپ کرد، ولی کتاب مهمش که بارد بود از حکمت اشراق یا حکمت الاشراق، اون رو برای اولین بار یک چاپ انتقادی ازش انجام داد و عرضه کرد. تا اون زمان سهروردی اگرچه در ایران تا حدی شناخته شده بود از طریق فیلسوفان دیگه، ولی آثار در دست نبود. تنها چیزی که ازش بود یک شرح بر سهروردی، شرحی برای حکمت الاشراق، یک بار چاپ سنگی شده بود و در بسیاری از جاها خب این گیر نمیومد. خیلی از علمای اون زمان هم این را دستشون نمیتونیشون بدن، چون یک چیزایی که الان توضیح میدم چیزایی درش بود که برشون خیلی دفاع از اون که کسی بیاد بگید که من حکمت خسروانی، یعنی حکمت فرزانگان ایران باستان رو که همان شاهان پیامبران شاهان باشند اون رو دارم توضیح میدم، این خیلی برشون آسون هم. بنابراین این کشف خیلی مهم بشه. از اینجا البته قربان به یک نکته بسیار مهمی توجه پیدا کرد و اون این بود که ایران به خلاف کشورهای دیگه دارای یک تداومی هست که این تداوم رو ما در فلسفه میبینیم و سهروردی هم اهمیتش در این هست که کوشش کرده بگه که ایران پیش از اسلام، ایران بعد از اسلام، ادامه ایران پیش از اسلامه. این انقطاعی که در بسیاری از کشورهای یا شاید در همه کشورهای اسلامی دیگر صورت گرفته، خصوصا کشورهای بشون عرب در اونها اتفاق افتاده، این طور نیست. این چیزی بود که خب کربن از طریق سهروردی رو متوجه شد. سهروردی مثل خود کربن یک شخصیت در پیچیده‌ای داشت که هنوز هم برای ما اگر از در از آثار در مورد کربن صرف نظر کنیم، در واقع هیچ چیز خیلی مهمی در موردش ما نداریم. کربن نشون داد که سهروردی در منطقه‌ای که بوده، یعنی در سهروورد زنجان کنونی، در بعضی از جاهای اونجا منابعی از به احتمال زیاد به زبان پهلوی و یا ترجمه عربی این آثار پیش از اسلام دوره ساسانی همچنان در دسترس بوده و سهروردی از طریق اونها هست که متوجه میشه که یا این تفسیر رو میده از ایران که قبل از اسلام هم یک فلسفه‌ای در ایران بوده و او میگه که این فلسفه همونطور که گفتم حکمت خسروانی است، یعنی حکمت شاهان ایرانه. خب
این یک حرف در واقع متمایز و متفاوتی است که در اون زمان در ایران گفته شد. سهروردی البته این رو گفت و تاوانش رو هم بعد داد، ولی مسئله اصلی اینه که این در واقع یکی از در رگه های این تداوم در واقع ایران رو نشون میده، که اینه که ما میدونیم از در قبل از اسلام، حتی منابع بعد از اسلام هم در واقع این رو نشون میده که شاهان برگزیده مستقیم خداوند بوده. یعنی درست همون حالتی که پیغمبر داره در اسلامی، در فکر اسلامی به خداوند رسول خودش رو، خداوند پیغمبر رو انتخاب میکنه و بهش رسالت میده، شاهان انتخاب میشدن، شاه برگزیده چیز بود. سهروردی در واقع این رو متوجه شده بود که این طور بوده و در اول کتاب حکمت و اشراقش میگه که من فلسفه خسروانی فرزانگان پیش از اسلام رو دارم زنده میکنم. چرا زنده میکنم؟ در واقع برای اینکه ایران بعد از اسلام رو ربط بده به ایران پیش از اسلام. این نیاز بازی توضیح داره. در جهان اسلام ما یک نص میتونیم بگیم بنیادگذار داریم، خب عبارت است از کتاب آسمانی مسلمانان و گاهی خب حدیثی هم که پیش اضافه میشه. این یک نسل بنیاد گذار دارن و طبق اون نسل، البته نسل ببخشید، طبق اون نسل هم یک سنتی ایجاد شده که عبارت هست از یک سنت اسلامی، فقه و اصول و غیره. جهان غیر مسلمان غیر ایران در واقع اینطور فکر میکنه، دارای یک نسل و این نسل هم یک سنتی ایجاد کرده. اون چیزی که کوربن متوجه شد از طریق سهروردی این بود که ایران علاوه بر نص کتاب آسمانی به اعتبار مسلمان بودن، نصوص دیگری هم داره و ایرانی ها بر مبنای اون هم یک نظام سنت پیچیده تری رو تونستن ایجاد رو کنن. یعنی اینکه از یک طرف ما سنت اسلامی رو داریم و البته عجیب در مورد سهروردی این هست که از پیغمبر اسلام نام نمیبره. در این سنت در واقع سابقه ایش، این شجره نامه فکر خودش رو که وقتی بیان میکنه از نمیدونم از زرتشت و جاماس و اینا شروع میکنه و بعد میرسه به دوره اسلامی، از اونجا منتقل میشه به عرفا که بعضی هاشون در فرسکرات اولیا چیزشون اومده و بعد میرسه به اون و سنت در واقع سنتی هم که خودش ایجاد کرد عبارت باشه از حکمت اشراق به اینجا میرسه. در واقع خودش رو ربط میده به ایران پیش از اسلام، اما در این وسط از پیامبر اسلام مستقیم اسم نمیبره یا برای ما در واقع در اینجا از امامان هیچ کدوم از اینا اسمی نمیبره. بنابراین خودش رو ربط میده به قبل از اون و در کوربن در واقع این نکته رو از سهروردی گرفت که ایران نسل متکثری داره، ایران یک نسل نیست. به خلاف اینجاست که در واقع کاملا ایران متمایز میشه از همه کشورهای اسلامی دیگه و عمدتا عرب. ایران یک چند نسل داره و اون نسل هست که خب ادامه پیدا میکنه و کوربن گفت که این ادامه، این تداوم، این سنت در دو مرحله صورت گرفته. از طرفی ایرانی ها خودشون رو به پیش از اسلام ربط دادند،
یک نمونه یک نماینده بسیار بزرگی این ربط ما به پیش از اسلام ما داره از نظر سهروردی که عبارت باشه از شاهنامه فردوسی، شخصیت های شاهنامه فردوسی طور بکره اینطور بگم شاهنامه شخصیت های شاهنامه این رو قربان در تفسیر خودش وقتی از سهروردی صحبت میکنی در تفسیر خودش میگه که ایران یک حماسه ظاهری داره چون حماسه تاریخیه یا حماسه شبه کما بیش تاریخی ماست اما قربان میگه که از سهروردی به بعد که خودش رو به این سنت ربط میده یک حماسه باطنی هم ایرانی ها درست کردن به فرانسه میشه ژست میستیک نه اپوس یا اپوپه که به کار بریم این کلمه ژست در مورد در واقع سیرالملوک به کار میرفته معناش سیرالملوکه چون حماسه شاهانه در واقع میگه که این در ایران این حماسه دو مرحله داره مرحله اولش که حماسه ظاهری است در واقع بین که البته با وارد این مسئله بشه ولی بخواد بگه که با اصطلاح این اون چی که فردوسی گفته بود یا پیشبینی کرده بود که از آمیزش ترک و عرب و ایرانی یک نژاد دیگری پدیدار میشه و غیره که خب میدونید این تحقق پیدا کرده بعد از با فردوسی با مرگ فردوسی با جا افتادن مهاجران ترک در ایران و ترکی شدن در واقع به لحاظ بیولوژیکی ترکی شدن حکومت در ایران میگه این اتفاق افتاده اینجاست که سهروردی کاری انجام میده که تفسیری باطنی از اون چی که در شاهنامه آمده بود و شخصیت‌های مهم شاهنامه تفسیر باطنی از اون میده که کربن میگه که این در واقع این کار را انجام داد برای اینکه ایران رو یا تداوم ایران رو از زیر ضربه بکشه بیرون یعنی اون اتفاقی که میتونست با آمدن با جا افتادن ترکان در ایران صورت بگیره اون نژادی که فردوسی میگفت اون جا بیفته و در واقع فرهنگ یا تمدن ایرانی رو دوچار مخاطره بکنه سهروردی با زنده کردن حکمت ایران باستان فرزانگان حکمت ایران باستان و نشون دادن این که این تداوم از ظاهر به باطنه و چون از ظاهر به باطنه به این در ظاهر ممکنه به خطر بیفته که افتاد تا آمدن مغول و بعد از اون اما این در خطر نخواهد افتاد چون این رو منتقل کرده به یک ساحت دیگری که ساحت باطنیه یک فلسفه باطنی که اشراق فلسفه در واقع باطنیه این تداوم ایرانیست که این رو سهروردی درست کرده و این ایران ادامه پیدا کرده و ادامه پیدا خواهد این رو در چندین کتاب کربن کوشش کرده توضیح بده و بگه که تمام رگه‌های فرهنگی ایران باستان از زرتشت شروع میشه این همچنان ادامه پیدا کرده به دوره اسلامی بعد در دوره اسلامی هم همینطوره یک کتابی داره
که کتاب مهم بشه، ولی بسیار یه ترجمه اولیه در زمان خود کل و صورت گرفته بود و ترجمه بسیار بعدی بسیار مغلوطه. اسمش هست عرض ملکوت و کالبد انسان در روز رستاخیز. این کتاب از ایران مزدایی میگه تا ایران شید، عنوان فرعی کتاب. اخیرا مثل اینکه یه ترجمه دیگری شده، من ندیدم، ولی مثل ترجمه بهتری ازش هست الان به فارسی انگلیسی هم ترجمه شده. اونجا در واقع اینا نشون میده که برخی از مباحث فلسفه ایرانی، میتونیم بگیم فلسفه که سهروردی رو زنده کرد، این از ایران پیش از اسلام آغاز میشه، در زرتشت هست، در اوستا هست و در تفسیرهای بعدی و در تحولات بعدی هست، در نوشته های دوره ساسانی هست تا انتقال پیدا میکنه به دوره اسلامی و چه در دوره تسنن ایران و چه در دوره که ایران شیعه شد این تمها ادامه پیدا کرده. در اون کتاب از جمله نشون میده که اون چه که فرض کنید که عبدالرزاق لاهیجی که از متأخرین اواخر صفوی، متأخرین فیلسوفان و متکلمین ایرانی هست، در مورد روز رستاخیز، کالبد انسان در روز رستاخیز و عرض ملکوت میگه چیزی است که در نوشته های اولیه پیش از اسلام هم بوده و همینجوری این انتقال پیدا کرده و این گسستی که در جهان در بیرون ایران اتفاق افتاده در ایران اتفاق نیفتاده. این کتاب این تداوم رو کوشش میکنه که نشون بده، نه تنها این رو در واقع تفسیر میکنه، بلکه منابع رو هم نصف کتاب منابع ترجمه کرده، از هم قبل از اسلام و بعد از اسلام اینو به فرانسه ترجمه کرده و گذاشته کنار هم دیگه و گفته که ببینید این در واقع اون چه که در نوشت در اوستا هست، این به صورت‌های مختلف انتقال پیدا میکنه تا زمان ما، تا اواخر قاجار ادامه پیدا کنه. خب این یک مسئله. اما یک کتاب مهم دیگری داره که اگر کسی بخواد که از پربند چیزی بخونه، به نظر ایرانی بخونه، به نظر من این کتابش هست که باید بخونه. خب میدونید که پربند در اواخر عمرش مجموعه کتابایی که چیزایی که نوشته بود، تحقیقاتی که کرده بود، در چهار جلد این رو خلاصه کرد. عنوانش رو گذاشته اسلام ایرانی. خب همین خود البته کتاب عنوانش اسلام ایرانی، منظورش این هست که این اسلام عربی نیست، اگر بشه گفت، یا اسلام عربی نیست، اسلام ایرانیه. و البته نمیگه اسلام شیعی به خلاف اون چیزی که الان تصور میکنن، بلکه ایران دوره اعتقاد به اهل سنت و جماعت، نظریه سنی و زمان تشیع رو فرق میان اینها نمیذاره. میگه ایرانی ها در هر دوره یک جور فکر میکردن، در ادامه دوره باستانیشون یک نوع فکر میکردن، بنابراین این تمایز رو نداره. در این مجموعه چهار جلدی یک جلد دومی وجود داره که عنوان فرعیش هست که اسلام ایرانی، عنوان فرعیش هست سهروردی و نو افلاطونیان ایران، یا اگر بخواهیم که بهتر ترجمه کنیم، چون میگه پلاتونیسیان، نو پلاتونیسیان، اگه بخواهیم بهتر ترجمه کنیم که فکر کنم اون بهتر باشه، باید بگیم فهلویون. در واقع به اینجا اشاره، فهلویون هم همون افلاطونیان، نو افلاطونیان در واقع ایران هم. سهروردی و اون سنت که به ایران قبل از اسلام برمیگرده. این کتاب بسیار مهمی است که کروبر نوشته، فکر کنم مهمترین اثرش هست. تمامش تفسیری است از سهروردی و این
بحث تداوم نظام سنت در ایران و اینکه اینجا با سهروردی یک اتفاق خیلی مهمی میفته که او بهش میگه اسلام ایرانی، که الان یه ذره که با توضیح بدم اسلام ایرانی و متفاوت از همه اسلام های دیگه. اینجا من یه ذره وایمیستم دوباره و یه بحث دیگری رو وارد میکنم، شروع میکنم بهش، ولی دوباره برمیگردم به این. و اون اینه که کوربر گفتم که معمولا فکر میکردن که شیعه است یا مسلمان شده یا به خاطر علاقش به اسلامی که این تحقیقات رو انجام داده. ولی کوربر از اینجا به بعد، البته باید رو بگم که یه مقدارش تفسیر منه، یه مقدار استنباط منه که میتونه قابل مناقشه باشه، ولی میگم که چرا از این من دفاع کنم، از این دفاع کنم. کوربر در واقع از طریق فلسفه قرون وسطایی که خونده بود گفتم و از طریق آشنایی با پدیدارشناسی روسلی و هایدگری به یک نکته بسیار مهم توجه پیدا کرده بود و این و اون این هست که ادیان در دوره‌ای که سکولار می‌شوند، به زبان امروزی ما سکولار می‌شوند، فکر خطرناک تری می‌شوند، یعنی وجه به عبارت دیگه وجه ایدئولوژیک پیدا می‌کنند و این ایدئولوژیک شدن و این عرفی شدن دین که باید امر باطنی باشه، این هست که خطرناک. این رو در مورد مسیحیت البته میگه که مسیحیت اواخر قرون وسطا در واقع این درش این اتفاق افتاد که ادعای سلطنت جهانی پیدا کرد و اون دین هست که اون دین در واقع باطن نیست، بلکه دین ظاهره و این دین ظاهر دین خطرناکه. این رو هم از در سهروردی دیده بود که سهروردی یک جایی در اول باز کتاب حکمت الاشراق اشاره میکنه که من که در باره ولایت صحبت میکنم و نه ولایت، ولایت صحبت میکنم که این البته به برمیگرده به پیش از به یونان و مفهوم فیلیای یونانی، یعنی در مدینه، در شهر، در ارسطویه اون چیزی که مهمه قوام شهر رو درست کنه دوستی است، فیلیاست. این ترجمهش به عربی میشه ولایت، ولی، ولی یعنی دوست، نه ولایت به معنی که امروز ما به کار میبریم که برای مهجور و صغیر و اینا ولی میذارم. سهروردی در اونجا میگه که من این ولایتی که ازش صحبت میکنم این ولایت به تقلب نیست، تقلب با قید یعنی قلبه، یعنی در این ولایت که من میگم کسانی هستن فیلسوفان یا عارفان بزرگ که اولیاء الله هستن، به زبان ما ولی ما هستن، اینها به تقلب فرمان نمیرانند، زیرا اونجایی که تقلب شروع میشه، یعنی اونجایی که غلبه شروع میشه، یعنی سیاست ظاهری شروع میشه، بهتر بگیم شروع میشه، در اونجا این ولایت دیگه از بین رفته است. اونجا دیگه این بحث در واقع دیدگاه معنوی دین از بین رفته است. قربان این رو اونجا هم دیده بود، اما از طرف دیگه از اروپا هم این رو در واقع متوجه شده بود و اینه که مسیحیت با سکولار شدنش و دنیوی شدنش در واقع تبدیل شد به یک دین نباطن که مسیحیت اولیه بود از نظر اون، بلکه دین ظاهر که خب کلیساست و قلبه در واقع در دوره هایی در صده های
قلب یک کلیسا و اون اعتقاد داشت، اینجا هم قابل بحث و مناقشه است، و اون اعتقاد داشت که مدرنیته مثل بعضی از نویسندگان معاصری که این نظر رو دارن که مدرنیته بیراهی است که انسان غربی رفته و به جهان هم صادر کرده، که مدرنیته عبارت است از این وجه ایدئولوژیک دین سکولار شده. یعنی مدرنیته غربی عبارت است از مسیحیت ایدئولوژیک شده ای که عیناً اونه. خب میدونید که از این نظریه که اصطلاح مدرنیته همان ادامه مسیحیت، خب کسانی هستن که در خصوصا در عربستان خیلی از این ادنه زیادی از این دفاع کردن، نظر موافق مخالف هست وارد بحث نمیشه. خب کوربن این رو در واقع میگفت که مسیحیت این که در این در دوران جدید در با مدرنیته به بیراهی رفته، که خب کوربن آدم نیمه دوم قرن بیستم، طبیعی است که تجربه های بسیار تلخی داره که در نزدیک فرانسه عبارت باشه، از اسپانیا، از آلمان، از ایتالیا و شوروی. خب همه این تجربه ها رو طبیعتا داشته و با تجربه این اتحاد داشته مسیحیت سکولار شده ایدئولوژیک عبارت است از همین اتفاقی که در قرن بیستم افتاد و چهل و چند میلیون نفر رو به راحتی کشتن. خب کوربن البته در مورد این ما خیلی بحث نمی کنه، خودش اشاره هاش خیلی اندک و گذراست، ولی به بخش تئوریکش که الان اشاره کردم به اون اشاره میکنه، در مورد اون صحبت میکنه، ولی تجربه تاریخیش رو بیان نمیکنه. تجربه تاریخیش رو که گفتم من به این دلیلی که این از این تفسیر رو بیشتر دوست دارم، از خانم کوربن سالها بعد از مرگش در چند سال در پاریس بودم و خانم کوربن رو میدیدم، آقای ماهی یک بار میدیدم و در مورد صحبت میکردیم، از اونجا من اینو متوجه شدم، چون یک نامه ای هست از اوژن یونسکو، تئاتر نویسه، نمایشنامه‌نویسه بزرگ اهل رومانی که ساکن فرانسه است، یک نامه ای هست و اون نامه واکنشی است که یا پاسخی است که یونسکو داده به کوربن وقتی که این رساله های فارسی سهروردی رو به فرانسه ترجمه و شرح میکنه که الان بهش اشاره کردم، و اون رو به چیز هم میفرسته، به یونسکو هم میفرسته. خب ظاهرش به نظر ما خب یونسکو ردی به این چیزا نداشت، اما یونسکو یه پاسخی به این میده که نامه حسن این رو ترجمه کردن در یه جایی، اونجا میگه که من این کتاب رو خوندم و باز خوندم و فکر میکنم که تا آخر عمرم اگر هیچ کتاب دیگری در اختیار نداشته باشم، همین یک کتاب برای من کافی است که دوباره بخونم. این مجموعه رساله های سهروردیه. خب من از خانم کوربن پرسیدم اینو چه ربطی به هم دیگه داشتن؟ چرا چیزی که تصور خود تو اروپا آدم لااقل یه شخص ضد چاوشسکو و اروپای شرقی وقت رو داره و نمایش نمیسی کاملا غربی، این چرا؟ گفت که برای اینکه ما بسیار با این شخص دوست بودیم و با یک نفر دیگه، و گفت که کوربن خودش هم خودش میگفت کوربن شوهرش میگفت کوربن میگفت کوربن با دو نفر دیگه اینا یه سه تفنگدار بودن و این از اونجا میاد. بودم اون سه تفنگدار چیه؟ گفت یکیش همین یونسکوه، نفر دوم شخصیه به نام سیوران، امیل سیوران که به فرانسه اینجوری ترجمه میشه، اخیراً تو به فارسی کشف کردن این رو، چند چیز ازش ترجمه شده و با تلفظ رومانیاییش چوران، اگر جایی دیدید چوران به این صورت. خب
اینو من میشناختم و کوربن و خانم کوربن گفت که اینا سه نفر بودن که و ما خیلی با هم میرفتیم با خانم ها، یعنی مرد ها با خانم ها میرفتیم بیرون و اینا رفقای خیلی نزدیک بودن. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه اینا یک فکر خیلی نزدیک چیزی به هم دیگه داشتن. خب هم یونسکو که از اونجا آمده شدیدن زنده چیز بود. این سیوران هم یک نویسنده ایست که فرانسوی ها بهش میگن مورالیست. خب مورالیست ها نمیتونیم ترجمه کنیم چون معمولا میگن اخلاقگرا که اصلا رفتی به چیز نداره. در واقع اخلاق نویسان هم در واقع نویسندگانی هم که مثل سیاست نام نویسان که سیاست نویسان اینا اخلاق نویسان هم. این از این ها بود و کتاب بر بسیاری از کتاب باشن به صورت که همون ماده قصاره و این یک شخص عجیب و غریب تلخ چیزی بود که آدم عجیب و غریب بود که روز بیرون نمیمد، شب که همه میرفتن ساعت سه بعد از نسیان چون خواب هم نداشت، هیچ وقت هم درست نمیتونست بخوره، همیشه بیدار بود که چارشسکو ممکنه که شخصی رو بفرسته برای همه جا دخلت در بیارن. یعنی یه همچین موجوده میتونی بگیم پارانویا که کلمه خوبی نیست البته، ولی گفتم برای اینکه شما به روحیه این آدم در اتاق بالایی زیر شیروانی در همون چند قدمی خونه خانم قربان شده بود اونجا زندگی کرده و با یه خانمی هم که هیچ ازدواج نکرد گفت نحسی وجود من تو رو هم میگیره، با یه فرانسوی زندگی میکرد گفت نحسی وجود من رومانیایی تو رو. و اینا در رفته از اون و مخالفان بسیار شدید تو هر دو توتالیتاریسم و این سیوران. خب یونسکو رو بیشتر میدونید احتمالا نمایشنامه ازش دیدید، ولی این سیوران هم اخلاق نویس این نوع چیزه که یک نظام توتالیتر در واقع تهدید میکنه هستی انسانی رو، انسان مدل رو. و میگفت که خانم گربن گفت اینا با هم راجع به این مسئله صحبت کردن. از اونجا بود که من در واقع بعضی رگه هایی که در بعضی از آثار گربن اومده و بسیار گذرا البته آمده اونجا در واقع به معنیش اونجا پی بردم. این خیلی در موردش معمولا صحبتی نشده جز یک مورد که آخر صحبتم اشاره میکنم و تمام میکنم، ولی آدمی بوده که بسیار سیاسی میتونیم بگیم بسیار سیاسی بوده، توجه به اتفاقات چیز داشته ولی هیچ وقت سیاسی صحبت نمیکرده، بحث فلسفی میکرده. چیزی که در سهروردی پیدا میکنه این اون بخشش هست که میگه من با تقلب مخالفم، من از ولایت صحبت نمیکنم، از ولایت صحبت میکنم و در اونجا هم هیچ وقت تقلب غلبه جایی نخواهد داشت. در واقع تمام بحث چیز اینجاست و بریدنش هم از هایدگر به این مناسبت هم هست که به تدریج را متوجه شدن که البته که هایدگر یک بدبستونی با نظام توتالیته در واقع پیدا کرده بود، در جایی یک نقطه ضعفی نشون داده بود، بنابراین فکر میکرد این فلسفه اونی نیست که این دنبالش میگرده. این مجموعه چیزی که در واقع در مورد کوربن میتونیم بگیم و نقطه در واقع مهمش برای ما به نظر من ایرانی ها مسئله تداوم ایرانه که کوشش میکنه نشون بده که این گسس در ایران صورت نگرفته. و خب کوربن البته چند هفته قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مرد. نسبت به ما و دانشگاه ما که دانشگاه تهران باشه خصوصاً اونجا رو میشناختن داده خیلی منتقد بود، به این دلیل که یکی دو جا هم به ما گفته نوشته
که شما هم شما مسیحی نیستید، ما ایرانی هم. اما تمام نتایج مسیحیت رو قبول دارید که عبارت باشه از جامعه شناسی و اقتصاد و علوم سیاسی جدید و اینا. او میگفت که همه اینها از مسیحیت آمده. شما همه اینها رو بسیار دوست دارید، خصوصا جامعه شناسی که تو اون سابقه خط از انقلاب بسیار در ایران چیزش بالا بود، اعتبارش خیلی بالا بود. میگفت شما این رو خیلی مهم میدونید ولی در این حال مسیحی نیستید و این یک تعارضی در رفتار شما هست، در ما نیست، در مسیحیت در ببخشید در اروپا نیست، برای اینکه ما متوجه این شده ایم که این بیراهی تجدد از کجا شروع شده و از کجا این اروپا به بیراه رفته، اما شما متوجه این نیستید و این جامعه شناسی نوعی که به اصطلاح علوم انسانی یا اجتماعی جدید هست که شما رو هم به مدرنیته و به بیراهی که ما رفتیم شما رو هم به اونجا هدایت خواهد کرد. این چیزیست که نتیجه ای که میگیره که لازم است که وارد این چیز بشیم و بگیم که چقدر درست است چقدر درست نیست. منظور من این است که بگم که کربن چجوری فکر میکرد در واقع. اما در مورد ایران این رو هم متوجه شده بود که اتفاقی در حال افتادنه و اون ایدئولوژیک شدن دینه. مستقیم همطور که گفتم اشاره نمی کنه ولی درباره جامعه شناسی و بعض برخی از علوم اجتماعی به اونا اشاره میکنه. اینه که این تحولی است که در غرب صورت گرفته و شما اگر از اسلام معنوی فاصله گرفتید، اسلام باطنی فاصله گرفتید، بر شما اون خواهد رسید که بر اروپا رسیده، یعنی نظام های توتالیتر. هنوز فکر میکرد که ما آماده یه نظام های توتالیتر نیستیم، ما در اونجا نیستیم، ولی این اتفاق داره در ایران میفته. این که خب چقدر این درسته نیاز به تفسیر اساسی تری داره و تحلیل در واقع 20 جلد کربنه، ولی یکی از کسانی که خوب میشناخته کربن رو اندکی بعد از مرگش که در سپتامبر 57 در مهر 57 مرد که قرار بود بیا تهران. اینطور بگم که من کربن رو یک بار قبل از اینه که از زمان که دانشجو بودم در تهران سخنرانی شده در دانشگاه تهران دیده بودم، چون هر سال تابستان را میمد به ایران که میدونید که با بعضی ها مخاطبات و مباحثات داشت و اینا، ولی اول سال تحصیلی میمد تهران و در دوسته جلسه درس سال قبل خودش رو در دانشگاه پاریس اونجا خلاصه میکرد به فرانسه. من دو سال اینو قبل از انقلاب رفته در اون سالها، سال 45-46 اونجا اون وقتی دیده بودم، بعدا که خب پاریس بماند، ولی من در 57 اول 57 برگشتم به ایران به انجمن فلسفه به هوایی که کربن میمد اونجا و قرار بود که اونجا یک سمینار فلسفه تطبیقی داشته باشه. من هم برگشتم که تو اون سمینار را شرکت بکنم. اول سال 57 برگشتم و ما منتظر بودیم در انجمن فلسفه، در منتظر بودیم که فرد مصفنداز که کربن میاد، بعد گفتن که خب مریضه. بعد یهو در اوایل فکر کنم مهر ماه بود گفتن که کربن مرد. داشت انقلاب به تدریج اوج میگرفت، صدای انجمن فلسفه میدونید که در چهارراه امیر اکرمه نزدیکی به خیابونی که شاهرضا بود و
و دانشگاه که مرکز تمام شلومیا بود، این صدا هم از اونجا می آمد. یعنی ما منتظر کلبن بودیم، ولی خب صدای انقلاب می آمد از جلوی دانشگاه و از شارزا. و وقتی مرد بعد از انقلاب، البته یکی دو سال بعد از اون، یک یادنامه‌ای برای این در بودن دوستا در بودن، ولی اصلی ترش که به فرانسه در اومده که چند نفر مقاله‌های بسیار خوبی نوشتن، یکی از اون کسانی که کربن را از نزدیک میشناخت، از معدود کسانی که به این بحثی که من کردم که خیلی مخفوله تو بحثای مربوط به کربن بهش اشاره کرده و اونجا این سوال رو میکنه که کربن که این همه علاقه داشت به تشیع، به جهان اسلام معنوی و غیره، اگر این انقلاب رو میدید چی میتونست واکنشش چی میتونست باشه؟ سوال بسیار چیزیه. اون این رو مطرح میکنه و یک پاسخ بسیار برنده خیلی وحشتناکی میده از یک نظر، میشه گفت دامینه، میگه که پاسخش این بود که مرد. شاید فهمیده بود که، یعنی اینقدر آدم معنوی بود که فهمیده بود که یک فاجعه در حال اتفاق افتادن و مرد. این خلاصه چیزی که من داشتم که در مورد کربن بگم. من نظر شما رو در واقع به این جمع بکنم که احتمالاً اگر شنیدید یا کربن رو خوندید، بخصوصاً الان که در ایران هم به فارسی هم ترجمه شده، تقریبا همه آثارش به انگلیسی هم ترجمه شده، بهتر است که بخونید بهتره. کربن یک شخصیت کاملاً متفاوتی است و هیچ ربطی به چیزی که ما بهش میگیم ایران شناسی یا اسلام شناسی در واقع نداره. فیلسوف، شاید تنها فیلسوف تاریخ فرهنگی ایرانه. یعنی تنها کسی است که از در بیرون ایران، اگرچه این کار باید در ایران انجام میشد، در بهترین حالت این بود که کسی از ایران باید یک نظریه فلسفی درباره ایران، تداوم ایران، بقای ایران و اینکه در و تحول در واقع تطور تاریخی ایران عرضه می‌کرد. خب تا امروز این اتفاق نیفتاده و هیچ کسی رو نداریم. کربن کسی بود که از بیرون آمد، اما اهمیت کربن در اینه که تونست که به عنوان میتونیم بگیم یک ایرانی که ادوبت شده بود، ایرانی که غیر ایرانی که ایرانی شده بود، تونست این نظریه فلسفی رو به نظر من مطرح کنیم. در مورد شبکه بسیار میشه صحبت کرد، مخالفان جدی هم وجود داره، در خیلی از مباحثش قابل انتقاد، در یه مواردی که من بهش اشاره نکردم خیلی اهمیتی نداره، مثلا از جمله در مورد سورو ببخشه، از جمله در مورد سینا و در بعضی از آثارش اشتباهی هم صورت گرفته، تفسیری کرده که با منابعی که بعدا پیدا شده خب این تفسیر درست است، اما اینا هیچ کدوم اهمیت نداره. مهم اینه که یک دیدگاه فلسفی رو تونسته که مطرح بکنه و تونسته از این دیدگاه فلسفی هم با همه منابعی که در دسترسش بوده از اون دفاع بکنه. بنابراین از این نظر هست که به نظر من راهی رو میشه گفت که برای ما باز کرده، برای ایرانی ها باز کرده، که بیشتر از اینه که دنبال ما ایران شناسی غربی غربی بریم، که این غربی البته مال ما هم هست، چون ما اینقدر هم عوام هستیم که در ایران ما یک مرکز بنیاد ایران شناسی داریم. یعنی این تنها ملتی است که خودش به خودش شناسی میکنه. شما هیچ پیدا نمیتونید بکنید معادل این کلمه رو که در جمله تو آلمان بگم آلمان شناسی، در آلمان آلمان شناسی کنم، ما اگر بگیم که خب داره، ولی
ما به خودمون میگیم چون اینقدر به خودمون نسبت به خودمون مطمئنیم و اینقدر خودمون رو نمیشناسیم که مثل غربی است که صحبت میکنیم که در مورد ما صحبت کرد. کوربن کسی بود که متوجه این چیز شده بود که شناخت ایران مستلزم بیرون آمدن از این نظام ایران شناسی است که اهمیت خودش رو داره اون اهمیت رو هست که یک چیز بدی است داره اینا. ولی کوربن اعتقاد داشت که این همه مطلب رو یا این شناخت لازم کافی و کامل رو اون در مورد ایران دوباره میتونه بده، همه این وجوهش رو میتونه توضیح بده، همطوری هم شد به تاریخش، زبانش، ادبیاتش و غیر و علمش حتی و حتی فلسفهش که خب خارجی ها نوشتن، خود کوربن یکی از اوناست که تاریخ فلسفه ایران نوشته، ما ننوشتیم، ما نمیتونیم بنویسیم. و کوربن این رو متوجه شده بود که اگر بخوایم که ایران رو بفهمیم این نیازمند یک نظریه متفاوتی است از اونی است که در غرب مطرحه که عبارت باشه از ایران شناسی یا از اسلام شناسی. خیلی متشکرم. اگر اجازه بدین اگر کسی سوال داره من دوست وقت داریم برای این دو سوال. در مورد مطلب شما فرمودید که ما خودمون چیزی راجع به مثلا همین شناخت ایران یا فلسفه ایران یا تداوم خیلی کاری نکردیم، شاید یکی از اصطلاح لوازمش اینه که یک کسی خارج از ما بتونه این کار بکنه، چون من فکر هرچی من نگاه میکنم به یه و خلقیات ما به همون دلیل تداومی که شما گفتین ما خیلی گیریم توی یه برداشت خاصی از خودم که الان با دخالت مدرنیته به همون معنایی که شما ذکر کردین یه مقدار جنبه های نژاد پرستی هم توش وارد شد، یعنی مثلا همین نژاد هامیایی اینا که خیلی ها از ایرانی ها میگن اصرار ورزیدن در مثلا اسامی فارسی داشتن اینا که اگه شما مثلا نگاه کنید همین فقط یه قلم مسئله آریایی بگیریم نه که در متون پایه ما نه در شاهنامه نه چی از این کلمه نیامد، این کلمه هم استقراضی یا اینکه مثلا اصرار ورزیدن اینا که مگم همه در بیان اون روحیه و خلقیات ماست اصرار ورزیدن در مثلا به کار بردن لغات ایرانی، لغاتی که بگیم زبان ما با ورود لغات عربی یا ترکی اینا صدمه دیده، در سالی واقعا غنی شده، چون اینا شما اگه در یک صورت مقایسه‌ای بهش نگاه کنیم مثلا با زبان انگلیسی اگه مقایسه کنیم زبان انگلیسی بین قرن 16 تا قرن 17 30,000 لغت غیر انگلیسی وارد شد، در 3 دهه آخر قرن 17 هر سال 3,000 اینی که خود زبانشناسه و این زبان انگلیسی رو انقدر غنی کرد که تبدیلش کرد به زبان بین‌المللی. حالا میخوام برگردم به فارسی، ولی ما به خاطر همون فرقیاتی که داریم این مسئله ورود مثلا لغات چه میدونم از انگلیسی و ترکی و عربی بگیر تا علاقه مغولی این ای به زبان میدونیم در سطح اینجوری نیست. حالا همینو اگر ما بگیریم همون مسئله که شما برمودین راجع به فلسفه و اینها نوشتن فلسفه ما چطور میخوام از این چارچوب ذهنی خودمون یه جوری آزاد بکنیم که بتونیم با اون بی‌طرفی که یا با اون تیز فهمی که یه شخص مثل کوربن که این زنجیرها به دست و پاش نیست میتونه به فلسفه ما بده. این مسئله بله کوربن اتفاقا به اینم اشاره میکنه که گاهی اوقات میگه که در واقع این حرفی که من در ایران میزنم من میزنم خودشو نمیتونم بزنم. یک
اون کتابی که اشاره کردم که کوربن ترجمه کرده از سهروردی و به یونسکو فرستاده بود، یه نسخه از این رو به دومزیل هم فرستاده. و خب دومزیل یک شخصیت خیلی علمی تمز اول اروپایی است، به اونم فرستاده که با کار اون بیشتر جور در میاد. بله مرسی، من این کتاب رو خوندم. اگر من جوانتر می بودم مثل یک مرید دنبال شما می آمدم، چون بحث فلسفی چیزی رو می کنه که دومزیل در حوزه اساطیر اینا می کنه. و بعد میگه که من مطمئنم که شما چیزای بسیاری هم در خود ایرانی ها نمی دونستن در ذهن اونها، این رو زنده کرده شد. اینا خود اونها هم البته چیز بودن، متوجه بودن، ولی من یه پاسخ دیگری هم دارم که بگم، یا لاحق دیدگاه خودم رو اینطور میتونم بگم. ببینید، من در مورد معاصر ایران از صد سال گذشته صحبتی نمی کنم و اعتقادم دارم که کسی که، یعنی ایرانی که منظورم اهل دانش و علم، دانشمند میگم، که در این صد سال اخیر گیر کرده باشه، عملا هیچی ازش در نخواهد.